دوستان و همراهان همیشه یه درود بر شما، امیدوارم هر جای دنیا هستین دلتون شاد، لبتون خندون و ایام به کامتون باشه. روز دوم مسابقات رنکینگ در اتحادیه جهانی کشتی دوره دوم در بوداپست مجارستان در خدمت شما عزیزان هستم. 2024 خرداد ماه 1403 برای کشورم در وزن 55 کیلوگرم پویا دادمه از روز خوزستانی ما با دونده آبی در مقابل الدانیز عزیز دی اولین کشتی رو برای خودش و برای تیم ملی ما در روز دوم آغاز میکنه. ببینیم چه خواهد کرد در مقابل قهرمان 3 دوره جهان، نایب قهرمان 2 دوره جهان الدانیز عزیز دی، دارنده طلای گونیه مسابقات کشورهای اسلامی و دو طلای اروپا، کشتیگیری زیرک، هوشیار، کشتی بلد و میدان دیده. ببینیم چه خواهد کرد دلاور کشورمون. راستی هم دیگه کار میکنه، یه مقدار کشتیگیری ما رو به جلوتر تا به اینجای کار. ببینیم در ادامه کار چه خواهد کرد. یک بار در سال 2023 عزیزلی کشتیگیری ما رو شکست داده پویا دادمزو. حتی قابلش هم درشتر نسبت به کشتیگیری ما از اولانیتای بدنش، ولی خب رو به جلوتره. درخواستی که همکاری میشه برای عزیزلی، احتمالاً تاکتیکش هسته چون مشخص بود خودش آروم داره کار میکنه. ببینید سرپا میزنه یا در خاک میشونتش؟ نه، در خاک باید بنشینه. در مقال پویا دادمزد دلاور کشورمون خاک قرص و محکم میشینه عزیزلی. ببینید چه تاکتیکی در نظر گرفتن برای جابجایی این کشتی. میتونه بکنه، میتونه بارانداز بزنه یا نه؟ دستور رو کاملا گلاب کرد. عزیزلی ببینید چقدر هوشیار داره جابجا میشه، اجازه نده کشتیگیری ما بارانداز بزنه. دستش باز شد دیگه نمیشه، باید دستور رو کاملا گلاب کنه. خیلی سخته تو خاک از این کشتیگیری پویا دادمزد امتیاز بگیره. کاملا هم مشخص بود میخواست که اختار اول رو بدم به خودش، در خاک بنشینه بعد کشتیش آغاز کنه. قهرمان 3 دوره جهان الدانیز عزیزلی از آذربایجان تو این دوره از رقابت‌ها تو این بعد 4 نفر کلاً شرکت کردن که به صورت دوره‌ای، یعنی پویا دادمزد باید با هر 3 نفر کشتی بگیره، برزیل، گرجستان و آذربایجان که اولین کشتیش متأسفانه افتاده با قهرمان جهان و قهرمان اروپا. کار سختی در پیش رو داره و ببینیم چه خواهد کرد دلاور کشتی. ببینید کشتیش رو آغاز کرد الدانیز عزیزلی. فریت های حسن حسین زاده از کنار تشایی و دوتر اینست هم ایستاده داره کشتی رو تماشا میکنه. واقعا کشتی سختی داره پویا دادمزد. 25 ساله تو ماینه سه دقیقه اول کشتی زمان داریم و عزیزی داره اداره میکنه تا 3 دقیقه دوم از خاک استفاده کنه و در خاک خیلی خوب کار میکنه. کشتیگی دست و پاش هم کشیده تر و بلندتر نسبت به کشتیگیر ما، راحت تر میتونه کشتیگیر ما کار کنه. خب سیزن وقت استراحت فرا میرسه. عزیزانی که به تازگی به جمع پیوستی لطفاً کار رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنتاتون هم که به ما انرژی خواهد داد برای ادامه مسیر. حمایت شما فقط همینه که کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت بذاریم برامون. ما هم سعی میکنیم خودمون رو با جای جای دنیا برسونیم، کشتی ها رو براتون ضبط و پخش کنیم عزیزان، مخصوصا کشتی هایی که از صدا سیما پخش نمیشه یا اتحادیه جهانی پخش نمیکنه. عزیزانی هم که محبت میکنن پیام مهرآمیز میذارن برامون، ازشون ممنونیم، سپاسگزاریم. عزیزانی که به هر ترتیب مبلغی رو اهدا میکنم به کانال UWW-Fancy، از اشون سپاس گذاریم. اون پایین یه گزینه تنگس هستش که با کار انجام بدیم. خب کشتی آغاز میشه 3 دقیقه دوباره. عزیزی رو من مطمئن بودم تکنیک داره، یه لحظه رو میشینه برای کولنداز، ولی خب رد میکنه الدانیز عزیزی. کشتیگیر ما سعی میکنه حالا رو به جلوتر کار کنه. یک بار دیگه حالا دوبار اقدام کرد، خود داره کار میکنه، باید همین روند رو پیش بره. البته عزیزی پاپس نذاشته، رو به جلو میخواد که به هر ترتیب از اختار بگیر از کشتیگیر ما، باید بره برای جای فن. دو بار خوب فن نشون داد، حالا عزیزی کشتی آروم میکنه و آروم آروم رو به جلو.
قدرت بدنش میچربه با همه کشتیگیر ما، قهرمان سه دوره جهان، دو دوره اروپا. هر دو کشتی در میانه تو شد. ببینیم حالا درخواستی که همکاری میکنم برای پویا دادمرز. فردین هدایتی هم اومده کنار توشک، داره حمایت میکنه از همتیمیش. فردینی که دیروز با اقتدار طلا گرفت، ببینیم چه خواهد کرد در ادامه کار. در خاک باید بنشینه در مقابل الدانیز ازیلی که تو خاک خیلی خوب کار میکنه. ببینیم چه میکنه، امیدواریم که امتیاز نده. باید منتظر سوت داور باشه، الدانیز ازیلی جایگاه مناسب قرار بگیره و بعد بره برای جای فن. دستا باید تاج کنه بدن کشتیگیر رو. اختار میدن، وای اختار و امتیاز. چرا قبل از سوت حرکت میکنه؟ نمیدونم. کشتیگیر با تجربه یه پویا دادمرز، نمیدونم چرا دوباره این کار رو تکرار کرد. دو امتیاز یعنی الکی، دو امتیاز مفت داد. در خواهی ببینیم چه میره برای بارانداز، باراندازش رو میزنه. یه لحظه با عقربه میرفت که رو کنه، هل داد. ببینیم اون تک امتیاز رو هم میدن یا نه. بله دادن، 6-1. متاسفانه ها عقب میفته. اون دو امتیاز رو مفت داد. واقعا این دو امتیاز ها نمیدم، بچه ها باید هوشیار بشن. لیپریت سشاخ 6-1 و کارش سخت شد، اختلاف امتیاز زیاد شد. یه لحظه مثلا از این بغل میرفت کمرگیری کنه، این بار رد کرد کشتیگیر ما. حالا داره عزیزی اداره میکنه کشتی رو، خیالش راحت شده، به اندازه کافی اختلاف امتیاز داره. ولی خب کشتی فرنگی هستش و هیچ مشخص نمیکنه. هر لحظه ممکنه یه فن بالا بزنه، یه فن پرتوبی چارتایی بزنه و خودش رو برسونه به عزیزی. کاملا بسته کشتی رو. ببینید من احتمالش رو میدادم که کشتی سختی در مقابل کشتیگیر داشته باشه. خب اگر پویا دادمرز دو تا کشتی دیگه‌اش رو برنده بشه، عزیزلی هم مطمئنه اون دوتای دیگر رو شکست میده و میرن برای فینال. دوباره باید هم کشتی بگیرن. 30 ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم. دوباره کشتی نگه میدن و هر دو کشتی تذکر میده که سنسینه رو بالا بیارن. واقعا کاری نتونست پیش ببرد اما قول قهرمان سه دوره جهان و دو دوره اروپا. بعد 10 ثانیه پایانی داریم نزدیک میشیم و متاسفانه اینجا با نتیجه 6-1 پویا دادمرز میگه که کشتیش رو واگذار کنه در مقابل عزیزلی. الدانیز عزیزلی قهرمان ناماشنای آذربایجان. خب خسته نباشید میگیم بهش. ببینیم کشتی‌های بعدی رو چه خواهد کرد. امروز 7 وزن داریم و کشتی‌ها بسیار فشرده. امیدواریم که بتونیم همه رو پشت سر هم ضبط کنیم براتون. خب دوستان تا لحظات دیگه.